حوالی ساعت 9 شب گذشته صدای شلیک پی هم آرامش شهر کابل و شماری از ولایت را برهم زد. دلیل شلیک های هوایی تا هنوز معلوم نیست. از زمان تسلط کابل به دست طالبان علاوه بر سایر درگیری ها که در نقاط مختلف کشور میان طالبان و نیروهای مقاومت جریان دارد، تا کنون کابل دوبار شاهد شلیک های پیهم هوایی بوده است. شهروندان کشور با ابراز نگرانی از وضعیت جاری و ایجاد ترس و وحشت در کشور از مسئولان امارت اسلامی میخواهند که هر چه زودتر جلوی افرادی که باعث ایجاد بی‌نظمی در کشور میشوند را بگیرند. دیگه امشب بسیار یک شب وحشتناک خطرناک بود. دیگه یک شبی بود که به واقعیت بسیار شب خطرناک و سختی سپری شد. حتی یه اطفال دست به گوش خود گرفته بود و هر کی هر طرف یک سراخ میپولید که پت شد. امارت اسلامی داد از شریعت اسلام میزنم میگه ما مسلمان هستیم. ما با سرر کسی روادار نیستیم. اما امشب معلوم نبود که های لندغر فیر کرد. این دوز بود لندغر بود تو امارات بود. اگر به واقعیت که امارات میخواه که امنیت ما را تامین کنه چرا فیرا شد یا نمیکنه؟ اگر که امارات نیست دزاستن ما جدا از این خواهش داریم که این بار تکرار بعد دیگه تکرار نشه و این ولگردا و دزدا و لندغرایی که در بینشان است باید یارا از بین خود دور بسازن و یک فضای امن و امنیت برای مردم فراهم سازن. امشب تا حد جنگ بود و فیر فیرکان بود که تا مردم صدا میکردن چیغ میزدن که میفتگاه خدا چی وضعیت است. شخصا خودم بودم حتی نمیفهمیدم که من طرف کدام قسمت بگریزم چی کنم. حال خاص ما این است که ما آرامش میخواییم. ما چیزی میخواییم که آرام باشیم در داخل شهر خود، در هر قسمتی که در داخل خانه ماست. وقتی که یا از وقتی که آمدن یا تشویش مردم زیادتر کردن و خوبتر نکردن. چون که هر وقتی که یا یک گپ میشه شادیانه فایر یا نه در قصه مردم هستن که مردم به چی وضعیتی هستن یا مریض دار هست. همه علاقه که خودتان شاید حال هستین که هر فردی که جمعه همه که بیاد یا فامیل ما یا بیادر ما یا پدر ما کلشان مرمی خورده. این شهروندان همچنان میگویند طالبان که خود داده از شریعت اسلامی میزنند و به خاطر برپایی شریعت اسلامی در افغانستان آمدند، نباید دست به اعمالی که خلاف دین و آموزه های اسلامی است در کشور بزنند. آنان شکست آمریکا را از افغانستان یک افتخار دانسته می افزایند که اکنون دیگر بهانه برای ادامه جنگ در کشور باقی نمانده و طالبان نباید آرامش مردم را برهم بزنند. پایلوی شادیانه کشیده بود، ما در حدود 20 نفر دیدیم که همینجا شهید و زخمی و دیگه خونچکان آمدن. یک برادر جوان در قسمت بیاکتو زندگی میکرد، روی اولی بوده دستان اولی یک مریض در قلبش خورد، منطقه نمیجا مریض را که آوردن در شفاخانه پس جنازه اش را کشید. یک طفل دیگه 15 ساله یک بچه بود که دستان خود مریض خورده بود، جنازه از اون کشید. در حدود 18-20 نفر ما که دیدم تا از ساعت 9 بجه شب تا 10 بجه شب 20 نفر در شفاخانه آوردن. منطقه مراجعین هم زیاد بود، مریض هم زیاد بود، زخمی هم زیاد بود، شهید هم زیاد بود. دیگه این فیرکان که همه شب شد و یک چند شب قبل هم که به این قسم صورت گرفت، تمام مردم ورخطا کردن، حتی طفلا گریه هم میکرد. واقعیتش کار خوب نیست، باید این بند شود و خواهش ما از امارات اسلامی همی هست که باید این فیرکان رو بند کنند، به خاطر که مردم بالای رو روان مردم بسیار تاثیر میگذارد. ما ازتان تقاضا میکنیم از سطح رهبری تحریک اسلامی افغانستان، از خود ملا برادر مجاهد خواهش میکنیم، دیگه میکنیم که جلوی همی فیرای اقناق بگیرن. دیگه مرمی خود سرباز مرمی رو ببینی که بزارا هزارا مرمی طرف هوا میره، خمی مرمی هم کس مال بیت المال است، مال گفته که ما ترزمی ملت است، از خون همی ملت همی مرمی ها. چی شده؟ کوشش میکنید توجهتان باشه که از امی خود داری کنین از این فیرهای شادیانه که باعث اذیت مردم نشه. مردم مریض است، تکلیف ولادی نسایی داره، شب تا صبح ببینی که طفلا اعصابش خراب و تکلیف روانی مواجه استند. مسئولان در شفاخانه امرجنسی در کابل و رسانه ها گفته است که در پی شلیک های هوایی جمعه شب 17 کشته و 41 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است که تمامی آنان غیر نظامیان به شمول کودکان بوده است. مسئولان در شفاخانه حوزوی ننگرهار نیز گزارش دادند که در اثر این تیراندازی ها 14 تن در این ولایت زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ساعتی پس از این شلیک ها از نظامیانش خواست که دست از شلیک بردارند.